دوست مشترک ما، نویسنده چارلز دیکنز، ترجمه عبدالحسین شریفیان، گوینده منیژه نظمی، قسمت 75. خانم بافین که از روی کاناپه آخرین مدلش برخاست و آمد روی نیمکت کنار دستش نشست و دستان زیبایش را در دستان او حلقه کرد، گفت: تمام فکرم که در واقع هم آن وقتها و هم حالا در سرم بوده و هست، متوجه آن دختر بی‌نواست. میدانی، دختری که او را هم از داشتن شوهر و هم از داشتن ثروت محروم کردند. تو فکر نمی کنی که ما باید به او کمک کنیم؟ می تواند با ما زندگی کند یا چیزی از همینجور کارها؟ آقای بافین که در تحسین از همسرش با دست به نیمکت می زد گفت: حتی یک بار نشد که به این فکر بیفتم. این زن ماشین با شعور است. خودش هم نمی داند چطوری به این فکرها می افتد. ماشین هم همینطور است. خانم بافین گوش او را به نشانه تایید آن فلسفه‌ای که بافته بود کشید و بعد با لحنی مادرانه گفت: باز هم گرچه آخرین بار نخواهد بود، فکری به سرم زده است. تو جان هارمون عزیز را قبل از به مدرسه رفتنش به یاد داری؟ آنجا کنار بخاری. حالا که او مرده و پول به او نرسیده، ولی در عوض ما پولدار شده ایم، دلم می‌خواهد یک بچه یتیم را بیاورم، یک پسر، و او را به فرزندی قبول کنیم و اسم جان هم رویش بگذارم و زندگیش را هم تأمین کنم. گمان می‌کنم که با این کار تقریبا تسلا پیدا می‌کنم. حالا می‌گویی همش هوس است. شوهرش حرف او را قطع کرد. ولی من چنین حرفی نزدم. نه، اما عزیزم، اگر هم میزدی. شوهرش یک بار دیگر حرفش را قطع کرد. اگر چنین حرفی بزنم از حیوان بدترم. خانم بافین که به همان شیوه قدیم خیلی سرحال بود، یک بار دیگر با شادی تام لباسش را مرتب میکرد. گفت: یعنی تو هم موافقی؟ چه آدم خوب و مهربانی هستی عزیزم. تو هیچ فکر نمی کنی که چقدر لذت دارد که آدم بتواند بچه ای را بزرگ کند، بهتر بار بیاورد و خوشبخت کند به جای آن پسر بینوا؟ و آیا این لذت ندارد که با پول همان پسر بدبخت این کارها را انجام دهیم؟ شوهر زن گفت: بله، و وقتی هم می فهمم تو خانم بافین هستی، خیلی لذت دارد و سالهای سال است که از دانستن آن لذت میبرم. این حرفها یعنی نفی اندیشه های خانم بافین. اما حالا که این موضوع مطرح شده بود، هر دو مثل دو آدم کاملا ناهماهنگ و نومید کنار هم نشستند. این دو آدم جاهل و ساده اندیش با راهنمایی پندار مذهبی و با نیت بد و نیکی کردن تا این حد در راه زندگی گام برداشته بودند. هیچ بعید نیست که اینها هزاران نقطه ضعف داشتند و دست به هزاران ندانم کاری هم زدند. همینطور هزاران خودبینی که احتمالاً در وجود آن زن بوده است. لیکن آن آدم سخت کوش، کینه‌توز و خسیسی که در زمان جوانیشان در برابر اندکترین پولی که کفاف یک زندگی بخور و نمیر می‌داد، کار از گردهشان کشیده بود، هرگز اشتباه نکرده بود، بلکه از درستی اخلاقشان آگاه بود و به آن احترام می‌گذاشت. آن طبیعت به رغم خود و در حالی که همیشه هم با خود و هم با آنان در ستیز بود، چنین کاری را کرده بود. و این قانون ابدی است، زیرا اغلب اتفاق می افتد که پلیدی ناگهان از فعالیت باز می ایستد و همزمان با کننده خود می میرد، ولی نیکی هرگز. این زندانبان مرده زندان هارمونی در طول دیرینه ترین اهداف خود، این دو نوکر وفادار را درستکار و راستگو یافته بود. هر زمان که اینان با سخنانی ساده دلانه و مؤمنانه با او به مخالفت برمیخواستند، او خشمگینانه بر آنان میتاخت و ناسزا میگفت. قلب سنگش ریش میشد و از ناتوانی تمامی داراییش که حتی اگر خودش هم میخواست نمیتوانست آنها را بخرد آگاه میشد. بنابراین حتی در آن هنگام که وی ارباب ستمگر و مسلطشان بود و هرگز به نرمی با آنان سخن نگفته بود، اسمشان را در وصیت‌نامه‌اش آورده بود.
بنابراین حتی در آن هنگام که فریاد برمی آورد به هیچ بشری اعتماد ندارد و در واقع به افرادی که به خودش نیز شبیه بودند اعتماد نداشت و اعتماد نمی کرد، کاملا مطمئن بود که این دو آدم که پس از او زنده می مانند برای هر کاری از کوچکترین تا بزرگترین قابل اعتمادند، زیرا دریافته بود که به زودی خواهد مرد. آقا و خانم بافین که کنار یکدیگر نشسته بودند و بحث مود و آیین‌های مرسوم را نیز رها کرده بودند، این بحث را آغاز کردند که چگونه می توانند یک بچه یتیم را پیدا کنند. خانم بافین پیشنهاد کرد در روزنامه‌ها آگهی کنند و از یتیم‌های متقاضی بخواهند ضمن پر کردن فرم پیوست در یک روز معین به آلاچیق مراجعه کنند. ولی آقای بافین که عاقلانه به وفور یتیم در حول خودشان می اندیشید این پیشنهاد را نفی کرد. خانم بافین دوباره پیشنهاد کرد به کشیش محلهشان مراجعه کنند تا یتیم واجد شرایط به آنها معرفی کند. آقای بافین این پیشنهاد را بهتر یافت و هر دو تصمیم گرفتند که بیدرنگ به عالی جناب کشیش مراجعه کنند و ضمناً با استفاده از این موقعیت با میس بلا ویلفر هم آشنا شوند. برای اینکه این دیدارها رسمی به نظر آید، خانم بافین دستور داد کالسکه مجهز و وسایل سفر را تهیه کنند. این وسایل سفر عبارت بود از یک اسب پیر سرچکشی که پیشترها در امور دیگر از آن استفاده می شده است. آن را به یک کالسکه چهارچرخه کهنه و قدیمی که سالها بود برای حمل ماکیان زندانی هارمونی که جای مناسبی برای پرورش مرغ و ماکیان بود از آن استفاده می شد می بستند. با دادن غیر معمول غلات به اسب و با رنگ و روغن جلا زدن به درشکه که هر دوی آنها به آقای بافین به ارث رسیده بود، آنها به صورتی در آمده بودند که آقای بافین آنها را اسباب و لوازم آبرومند به حساب می آورد و با افزودن درشکشی جوان سرچکشی که با آن اسب کذایی کاملا مناسب بود، همه خواسته ها برآورده شده و آرزوی باقی نمانده. این مرد هم قبلاً همینجا کار می‌کرده است، ولی حالا به همت خیاط درستکار و استاد محل صاحب یک دست لباس کامل شده بود که با دکمه‌های بسیار درشتی بسته می‌شدند. خانم و آقای بافین پشت سر این خدمتکارشان در صندلی عقب کالسکه‌ای که جادار بود می‌نشستند و هنگام عبور از راه‌های ناهموار با چنان وضع وحشت‌آوری کج و معوج می‌شد که با تلق و تلوق انگار می‌خواست از قسمت جلو جدا شود. به محض اینکه از دروازه خروجیشان بیرون می‌آمدند، تمامی همسایگان و اطرافیان از در خانه هایشان بیرون می آمدند یا از پنجره هایشان سرک می کشیدند تا به بافین ها سلام کنند. از شمار کسانی که همیشه به آنجا می آمدند و پس از رفتن کالسکه می ایستادند و پشت سرش نگاه می کردند، جوان های بسیاری بودند که با صدای رسا و تحسین بانگ بر می داشتند: نودی بافین، پول بافین، مرگ بر آشغال بافین و تعارفاتی از این گونه. آن جوان سرچکشی طوری رنجیده خاطر می شد که اغلب شکوه آن مراسم را با آهسته کردن حرکت کالسکه به هم می زد و طوری می نمود که انگار می خواست سر از تن معترضین جدا کند، که البته پس از اندرزی که اربابانش به او می دادند از این کار منصرف می شد. سرانجام محله بوور یا همان آلاچیق را پشت سر گذاردند. به محله آرام عالی جناب فرانک میلوی رسیدند. محل سکونت عالی جناب فرانک میلوی خانه بسیار آبرومندی بود، زیرا درآمدش بسیار قابل ملاحظه بود. وی مردی بود که هر پیرزن گناهکاری را که میپنداشت هر چه در دل دارد میتواند با وی در میان بگذارد به حضور میپذیرفت. پس بافین ها را به حضور پذیرفت. وی کاملا جوان بود، مردی فوق‌العاده تحصیل کرده بود، دانشمند با حقوقی بسیار اندک و همسری بسیار جوان و حدود نیم دوجین بچه های قد و نیم قد. وی برای جبران کردن حقوق ناچیزش لازم می دید دروس کلاسیک تدریس و ترجمه کند.
ولی با همه این احوال همه می پنداشتند وی بیش از هر یک از تناسان ترین کارمندان کلیسای محل هم وقت آزاد دارد و هم پول و ثروتی بیش از ثروتمند ترین افراد. این مرد نابرابری های ناخواسته و همچنین ناسازگاری های زندگیش را با نوعی رضای مرسوم که به بردگی بیشباهت نبود بر خود هموار می کرد و هر آدم عامی که چون خود او این بارها را محترمانه تر و بردبارانه تر بر خود هموار می ساخت کمتر به یاری او نیاز پیدا می کرد. آقای میلوی با رفتارهای صبورانه و در عین حال با لبخندی آرام که نشان می‌داد از نحوه لباس پوشیدن خانم بافین بیدرنگ آگاه شده است، در آن اتاق پشتی کوچکش که هیاهو و جنجال آن را فرا گرفته بود و گویی هر شش بچه‌اش از راه سقف و پاچه‌های کباب شده بره از زیر کف اتاق سر در می‌آورند، به سخنان خانم بافین که می‌گفت یک بچه یتیم را می‌خواهد بزرگ کند گوش فرا داد. آقای میلوی گفت: آقا و خانم بافین، من گمان می‌کنم شما خودتان هرگز بچه نداشتید. هرگز. اما گمان می‌کنم که مثل پادشاهان و ملکه‌های افسانه‌ها دلتان می‌خواسته بچه داشته باشید. به طور کلی بله. آقای میلوی ضمن صحبت دوباره لبخند زد و گفت: این پادشاهان و ملکه ها همیشه آرزو می کردند کاش بچه می داشتند. شاید به فکرش رسید که اگر اینها طلبه بودند آرزویشان شکل دیگری می داشت و چیز دیگری می خواستند. باز ادامه داد: گمان می کنم بهتر از خانم میلوی در این شورا شرکت کند. وجودش برای من ضروری است. اگر اجازه بفرمایید به او اطلاع دهم. به این ترتیب خانم میلوی را هم صدا کرد: مارگاریتا عزیزم. و خانم میلوی هم آمد پایین، زنی زیبا، کاملا جوان، تا حدودی نگران و کسی بود که بسیاری از هوس‌ها و زیبندگی‌های ظاهری زندگی را بر خود حرام کرده بود و در عوض به مدرسه، سوپ، لباس‌های پنبه‌ای، زغال و ضروریات روز و سر و صدا و سرفه‌های نمازگزاران روز یک شنبه چه جوان و چه پیر خو گرفته بود. و همینطور آقای میلوی نیز بسیاری از محرومیت‌ها را بر خود هموار ساخته بود که طبیعتاً از تحصیلات گذشته و از بسیاری از همکلاسی‌های قدیمش آموخته بود و با آن زندگی فقیرانه خود را همیشه با ندارها و بچه‌های آنان در می‌آمیخت. عزیزم، آقا و خانم بافینند که از ثروت هنگفتی که به آنها رسیده از خبر دارید. خانم میلوی با بی پیرایه ترین دلربایی ها به آنها تبریک گفت و اظهار داشت که از دیدارشان خوشحال شده است. با وجود این چهره درهم و نگرانش که هم باز بود و متفکر، همیشه با لبخند آرام شوهرش بدرقه می شد. عزیزم، خانم بافین خیال دارن پسری به فرزندی قبول کنند. خانم میلوی تقریبا وحشت کرده، ولی شوهرش گفت: بچه یتیم عزیزم. خانم میلوی که از سوی فرزندان خودش آسوده خاطر شده بود گفت: آها مارگاریتا، من فکر میکردم که شاید نوه خانم گودی برای این منظور خوب باشد. اوه فرانک عزیزم، به نظر من هیچ صلاح نیست. نیست؟ اوه نه. خانم بافین لبخند زنان که گمان میکرد واجب است در این بحث شرکت کند و از سوی مفتون این زن حاضر جواب و قدرتمند و علاقه آنی وی شده بود، موافقت خود را اعلام داشت و پرسید: چرا پسر واجد شرایط نیست؟ خانم میلوی که به عالی جناب فرانک نگاه میکرد گفت: من گمان نمی کنم و شوهرم هم اگر دوباره فکر کند با من موافق خواهد بود که شما بتوانید آن یتیم را از دست زدن به انفیه دور کنید، برای اینکه مادر بزرگش خودش از آن زیادی مصرف می کند و به او هم می دهد. آقای میلوی گفت: مارگاریتا، او که دیگر با مادر بزرگش زندگی نخواهد کرد. نه فرانک، اما محال است بتوانید آن زن را از آمدن به خانه خانم بافی نهی کنید. در آنجا هرچه بیشتر امکان خوردن و نوشیدن داشته باشد بیشتر می رود. تازه زن مزاحمی است.
امیدوارم این حرفم را حمل به خست نکنید، چون که در عید کریسمس پارسال 7 فنجان چای پشت سر هم نوشید و همش غر می‌زد. زن نمک نشناسی هم نیست فرانک، تو که یادت هست که یک شب که همه ایمان خواب بودیم به خاطر آن زیردامن زنانه کتانی نو که به او داده بودیم، ولی او به خاطر تنگ بودن آن را پس آورده بود، دم منزلش جلوی مردم چه علم شنگی راه انداخته بود. آقای میلوی گفت درست است، به عقیده من این گناه نیست. آیا آن هریسون کوچولو؟ همسر مصرش در میان حرفش دوید، او فرانک، او که مادر بزرگ ندارد عزیزم. نه، اما من گمان نمی کنم که خانم بافین از یتیمی که زیاد لوچ باشد خوشش بیاید. آقای میلوی که کلافه شده بود گفت این هم درست، اما اگر دختر کوچولویی که آخر فرانک عزیز، خانم بافین پسر می خواهد. آقای میلوی گفت این هم درست، تام بوکر پسر نازنی نیست. این را با اندیشمندی گفت. خانم میلوی پس از اندکی درنگ و دودلی گفت فرانک، اما من شک دارم که خانم بافین علاقه داشته باشند پسر یتیم 19 ساله‌ای که گاری چیست و جاده ها را آب پاشی می کند به فرزندی قبول کنند. آقای میلوی این سخن را با نگاهی به خانم بافین گواهی کرد و با نگاهی که بر آن زن خندان روی کلاه مخملی که پاپیونش را مرتب می کرد انداخته بود با روحیه باخته گفت این هم درست است. خانم بافین که می دانست خیلی زحمت داده است گفت من مطمئنم که اگر می دانستم شما را تا این حد به درد سر می اندازم قربان و حتی شما را هم خانم، گمان نمی کنم می آمدم. خانم میلوی بیدرنگ گفت خواهش می کنم این را نفرمایید. آقای میلوی تصدیق کنان گفت نه، این را نفرمایید، برای اینکه ما خیلی ممنونیم که شما اول به ما مراجعه کردید و ما را قابل دانستید. که خانم میلوی هم این سخن را تایید کرد. آقای میلوی تصدیق کنان گفت نه، این را نفرمایید، برای اینکه ما خیلی ممنونیم که شما اول به ما مراجعه کردید و ما را قابل دانستید. که خانم میلوی هم این سخن را تایید کرد. و در واقع گویی این زن و شوهر مهربان و دلاغاه یک پرورشگاه پرسود و ناناور اداره می کردند و شخصا مسئول آن بودند. آقای میلوی افزود اما کار خیلی پرمسئولیتی است و دشوار. ضمناً ما هیچ دلمان نمی خواهد این فرصت را از دست دهیم. در صورت امکان لطف کنید یکی دو روز به ما فرصت دهید که در این باره فکر بکنیم. می دانید؟ مارگاریتا، ما باید کارگاه، کودکستان و ناحیه شما را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. همسر کوچک مصر وی گفت حتماً.